نمیدونم چی کار کنم. نمیتونی؟ پروانه هفت رنگ؟ بله، من اینو گرفتم که شما نتونی با بوسه کوچولوی این پروانه حال آدمای اینجا رو خوب کنی. پیرمرد نمیتونی؟ نمیتونی با اهالی محل این کارو بکنی؟ من هر کاری که دلم بخواد انجام میدم پیرمرد. من نمیذارم. ببین، یه چند باری تو کار من موش دوندی پیرمرد، ولی این بار نمیذارم. فکر همینجاشو کردم، بازم جلوی نقشه هاتو میگیرم. عمرم بتونی پیرمرد، دیگه دوران توی امونوروز تمام شده. حالا من اومدم اینجا که چیزایی که تو درست کردی رو خراب بکنم. من نمیذارم. از خودت شروع میکنم. خدا حافظ واقعاً یه خواب خوبی دیدم. چه خوابی؟ چیزی نمونده که پورنگ سرعتشو به دست بیاره. سرعتشو؟ قدرتی که برخورد خوب تو وجودش قرار گرفته بود، قدرتی که اگه بتونه اونو دوباره به دست بیاره میتونه همیون سیارت بشه و خودشو به کلبه نلسن رو برسونه. آفرین. تناب رهایی به زودی از بالای غار فراموشی پایین میفته و ما هم از اون بالا میریم. قصه ما شروع شده از سر نو دوباره دوباره. محلمون تو هیچ کجا شعبه دیگه نداره نداره. گلا پرامون گل سونه، صدای خنده تو هر خونه. غما بره الهی که شادی فقط بمونه. غما بره الهی که شادی فقط بمونه. محله 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 گل بن بن. محله 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 گل بن بن. شما از کجا میدونستید ما دنبال خدمتکار میگردیم؟ یکی از آشناهامون گفت یه آقایی به ما گفته که دنبال یه دختر جوون میگرده برای کار کردن تو قصر. ما هم آدرس رو گرفتیم، اومدیم خدمتتون اینجا به هر حال کار کنیم. حالا اون دختر جوون رو میخواین هنوز یا نه؟ بله میگردیم، ولی اون دختر جوون کجاست؟ کجاست؟ یعنی چی کجاست؟ یعنی که هوش اینهاش اینجا سرحال و قبراق واسده پیشتون. کجاست؟ شما جوونی؟ چی؟ خسرو؟ ها این آقا چی میگه؟ شما چیزی گفتی؟ نه منظور اصد میگه شما جوونی، ولی برای کاری قصد یه مقدار سنتون بالاست. خب شما بفهمین دنبال دختر جوون میگرد یا این ریزه میزه دختر بچه ها؟ نه خانم محترم، من دنبال دختر جوون میگردم نه دختر بچه. ولی خب کارای این قصر خیلی زیاده برای شما، میترسم خسته بشی. خسرو
ها من از کار نترسون خانم، من یک سر دوست دارم کار کنم، یه سر کار سرم بریزه بریزه بریزه. خسرو ها بله خانم، خانم من سرش درد میکنه برای کار کردن، عاشق کار کردن. بله خب، ولی اما ولی اما و اگر نداره خانم، اگر قرار کار به ما بدی همینجا واسیم کار کنیم تو قصر. بله ما اول باید مشورت کنیم بعد به تو خبر بدیم. خب مشورت کنیم، ما همینجا با میسیم تا شما مشورت کنیم. بله شما اصلا فکر کنیم با اینجا نیستیم، شما مشورت کنیم. خسرو بریم بزن مشورت کنیم. مشورت کنیم. اینو کیه؟ یه زن و شوهری پیر که دنبال کار میگردن. باز تو دل رحمیت گل کرد. نه مزیم که آخی آدم عذیت میشه توی سن و سال بیان کار بکنن خانم آقا. خب آدم خب به ما چه؟ من درست اصلا رفتی به ما ندارم. ولی من یه صحبتی دارم ملکه، ببینین این همه افسون آوردیم جوون، هیچ کاری نشد برام، هیچ اتفاقی نیفتاد، یه بارم از این پیرا استفاده کنیم شاید. من موافقم، ممکنه افسون شما افسون گم شده شما همین باشه. باشم باش. ما فکرامونو کردیم. از نظر من باشه، شما استخدامی، فقط از این به بعد اسمتون میشه افسون، افسون شماره 264. امکان نداره. اشکایی میکنم چون هرکی وارد این قصر میشه باید اسمشون عوض بشه. من نمیذارم اسم زن من افسانه است، افسانه هم میمونه، من نمیذارم کسی اسمش عوض کنه، امکان نداره. خب شما برو. برم کجا؟ برم خونت. خونه؟ خونه من همینجا، زندگی منم هم همینجاست، تا زمانی که زن من اینجاست منم هم همینجا میمونم. ایبا قانون فدتون بشم، من اینجا قصر هتل که نیست. خب نیست، من نمیدونم اینجا کجاست، ولی هر جا زنم بمونه منم هم همونجا میمونم. وای خسرو. ها یعنی چی؟ خانم ملکه بزنی خسرو اینجا بمونه، هر کاری از دستش برمیاد به دردمون میخوره، کمک منم میکنه. مرد کارم هستم. زنه چیمونه؟ به من میگم که اینا گناه دارن دیگه، در واقع اینا بذارید با هم باشن اینجا، بخواهی سر برم هم خدمت کاری، مرد میخواد زن میخواد. از شما دوتا چی کاره این؟ مگه قرار نیست ما کلوب شادی سرگرمی سایه ها رو بگردونیم؟ راست میگیم حسن همسام نبود. برای همسام بود. باشه شما میتونین اینجا بمونین، از همین الان استخدامین، فقط بدین لباسای فرمتون رو بپوشین و اسمتونم میشه افسون و افسانه. افسون کیه؟ من دیگه دیدم اسمش خیلی قشنگه، برای خودم برداشتم. خسرو نور با ایمون تو محل خیلی تکه، لنگ نداره لنگ نداره، میده برکت.
گشته رازه از با کارو حرکت خدا هم میده برکت 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 میسه آخر سب صفه یکی و صفه چند تایی گوشه یک تنور داره قول میزنه قوری چایی قوری چایی از با کارو حرکت خدا هم میده برکت 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 چندا چندا هیچی یعنی چی هیچی؟ ما تو صف نونوایی نیستیم. یعنی چی تو صف نونوایی نیستیم؟ تو صف کلوب بازی شادی تفریح سایه ها. شاید باورش برای سخت باشه استاد، ولی این همه بچه تو صف بازی هن. شبان؟ بله این پونت چیکار میکنه؟ نمیدونم آخه چیکار میتونه بکنه. شباش گل خواهی خون بله. صف بچه ها رو ببرید اون بر به من کمک میکنی؟ نه آره بچه ها بری اون بر بری اون بر بچه ها بچه ها صفشون رو اونجوری کن یک ساعت شده این بری دوباری بری دوباری بچه ها بیا این گوشیلو رو هم میبرم بری 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 بچه رو بذار زمین بیا بری تو صف بری تو صف بیا شما دو تا سقلوی بیا بریم به چی دو برو برو بگی بیدم خدایا با امیدت علیکم سلام. چه خبر اول صبح این انجا صف کشیده؟ سر کلوپ شادی و بازی مانه. یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. میبینم که نوبت شکست خورده گیل خان. بچه ها باسه چی اینجا صف بستدی؟ بازی! بازی؟ چه بازی؟ یعنی چی؟ صف کن ببینم. چیزی شده؟ چی شده؟ چیزی شده؟ برای چی؟ آره چیزی شده. بچه‌ها تا به کلوپ شادی و بازی حساب کشیدن. آره چیزی شده. بچه‌ها کشیدن؟ آره مواظب باشین جهاز منه مامان جان استکانمه. آره باشه کوناس میگی. دوام دیدن بیا ببین آقا جان چی میگه. بودو. چش. من حواس. آقا جان جان این بچه‌ست. بذار پای من. بذار پای من. منظورت. بیا گوشی. سلام بابوشت قربان شما آره. چی؟ بچه ها برای بازی صف کشیدن؟ بفهم چی شده؟ بگم درو چشم سلام سلام این تا چه خبر شده؟ سلام میبینید که بچه ها صف کشیدن واسه بازی بچه برای چی صف کشیدی؟ واسه اینکه بازی جدی داره 5 ساعت هم هدیه داره یعنی چی؟ 5 ساعت هم هدیه داره؟ پسر یه کار بکنم بچه ها بی خیال این بازی ها بشن چی کار کنم یعنی؟ بخون براشون
آره سرگرم سرگرم میشه کنم آره. سب کن بچه ها بیایید بچه ها بیاید اینجا بیاید بیاید یه نیمکت قدیمی توی محلمون هست یه جا بازه نشستن رخت گذرای خسته است هم داده زیر سایه از صبح تا شب همونجاست با دقت و حوصله فرق دیدن آدراست اهل محله هر روز میشینن روی نیمکت حال همو میپرسن و با هم دیگه گرم صحبت گرم فوتبال تیم محلمون باز پیروز مثل هر سال بابا عیاس با دوستاش رو نیمکت ها میشینه عینکشو میزنه و بازیمونو میبینه تشویقمون میکنن دست میزنن برامون کلی انرژی میدن به ما بزرگترامون نیمکت چوبی محل حرف و دلش برامون آقا چه لذتی آقا حیف اون بازی های قدیمی نیست آدم اونا رو ول کنه پای اینجور بازی ها بشینه بازی های محله دیگه داره از یاد همه میره ولی خب ما نباید بزنی اتفاق بیفته چجوری نباید نظری؟ من میگم بین بچه ها بچه های محله بازی های قدیمی پرتحر و پر جنبوجه شروع بندازیم برای چیم وقت؟ تو میدونی تو این دور و زمانه که بچه ها همش دنبال بازی های رایانه یا دیجیتال هستن ما اگه این بازی های پرتحرک که رواز بده اون موقع میدونه چه میشه بچه ها با نشاط میشن با انرژی میشن آره واقعا ما خودمون بچه بودیم چقدر بازی های پر انرژی و پرتحرک داشتیم گرگم به هوا بازی میخردیم قایم موشن از بالا بلندی چی آی لیلی آسیا به چرخ گانیه اصلا این آپارتمان ها سبک زندگی بچه ها رو تغییر داد بله همینجوره همینجوره برگزاری مسابقات محله یه فرصت مناسبه که ما این بچه ها رو دوباره آشنا کنیم با این بازی هایی که از یادشون رفته دیگه بعد از اون ورم باعث میشه که بعد این بازی های رایانه از ذهنشون دور بره درست پس اگه موافقید برگزاری مسابقات اعلام کنیم باشه ما حرفی ندارم فقط کیا میتونن توی این مسابقه شرکت کنن؟ همه بچه‌ها میتونن. بله دیگه همه میتونن دیگه. من آمادم که ثبت نامو شروع کنم دیگه. باشه فقط یک مسئله است که متنکی دفتر شورای از دست دادیم. دیگه ثبت نام رو باید همینجا بکنیم. خانم تمنه. یه وقت مزاحمت ایجاد نشه، این وقتتون گرفته نشه. نه نه اختیار داریم. اختیار داریم مزاحمت چه مراهمی. ما همگی باید دست به دست هم بدیم تا تمام این شرایی که ملکه سایه را انداخته رو خونسا کنیم نقشه هاشو باید نقشه برام کنیم انشالله حالا ممنون خدا بفرمایید حالا اینجاش رو داشته باش اینجاش خیلی مهمه ببین من رفتم تو اتاق
یه دقیقه سب کن. الو، بله، آه سلام خانم آقای عزیز، خوب هستی؟ قربون شما، خیلی ممنون. بعد هم بهش زنگ میزنیم. بله بله. نه بابا خانم، رسیدیم جای مهمش، بگو بعد هم زنگ میزنیم. خانم آقای عزیز ببخشید تو رو خدا، من دستم بنده، میتونم باهاتون تماس بگیرم؟ بله یه رب دیگه بهتون زنگ میزنم. قربون شما، خداحافظ. خداحافظ. عزیزم چه اینجوری میکنی؟ نمیخوام، نفسم رسیدم جا حساسش. ما باشه عزیزم، بگو قد کردم. باشه شوق و ذوق دارم بارو تو تعریف کنم. اینقدر ذوق داشتم این هویجی اصلا تموم شدم. چیزی هم اینه من کلی جاندینا رو میگینم نکن دیگه عزیزم. حرف بزن. داشتم میگم آقا من رسیدم تو اتاق. مامان بله بله مامان جان، جانم عزیزم، جانم. من مزاحمتون شدم؟ نه مامان جان، مزاحم نشدی، بگو ببینم. اگه مزاحم شدم به هم بگید. مامان جان میگم مزاحم نشدی، بگو دیگه مامانی. یه بار من احساس کردم مزاحم شدم. اونگل گوشت گل عزیزم گفتی مزاحم نیستی دیگه، حرفتا بزن، کارتا بگو برو دیگه. باشه. میگن ماماناش خاتون بله. لباس گلداره منو ندیدی؟ چرا مامان جان، شستمش، گذاشتمش توی کشوی کموده. دست درد نکنه. قربونت عزیزم، برو برو. آقا ما رفتیم تو اتاق. آقا بله جانم. مامان جان چیه عزیزم؟ چیکار میگردی؟ ببخشید مزاحم شدم. نه مامان جان بگو چیزه. میگم این دفتر ریاضی من نهیدی ماما. دفتر ریاضی تو بل کرده بودی تو اتاق؟ آره. من جمعش کردم گذاشتم تو کشوت. آقا نکن دیگه، هرچی بزا همون چون که هست باشه بابا قاطی میکنم. گذاشتم تو کشوت، از تو کشوتم تحویل میگیرم، بفرمایی. از شما رن نکنم. خب میگفتی بگو، بودو بودو. ما رفتیم تو اتاق. مادر من پس این کجاست؟ چی کجاست مامانی؟ چرا بابا اینطوریه؟ چطوری؟ بابا داشت یه چیزی تعریف میکرد، هی شما بردی وسط حرفش، منتظر برین تعریف کنه. بگو مامان. ایوا پس مزاحم شدم من. آره نه عزیزم، مزاحم نیستی عزیزم، برو دیگه. بگو بگو مامان مزاحم نیستی. این جورابای من کجاست؟ شما نمیدونی؟ جوراباتو شوت کرده بودی زیر تخته. درسته؟ من برداشتم تا کردم گذاشتم تو کشوی سمت چپ پایین کمدت. بله خیلی ممنونم، متشکرم. با اجازه شما. خدا با اجازه. بگو فدو عزیزم. آقا ما رفتیم تو اتاق. ای بابا این اینجا دیگه چی میخواد؟ خب هیچی عزیزم، ما دو دقیقه با مادر شما درام بودیم، میخواستیم یه مطلب رو بهشون بگیم، حالا شما همه گذاشتیم. خیلی خوب، چی میخوای مامانی؟ چی میخوای مامان؟ ایچی میدادم آب بودایم. بیا آب بخور، بیا آب بخور مامانی. بیا بیا باید آب بدم. بیا ماما بفهم. اگه آب بودی نمه اگه دنم میشه جونت ماما. آخش آخش گوارای وجود. مانی این چی گفت؟ گفت بابای منه. بابای منه؟ بله بابا قربونت برم عزیز دلم. بگو دیگه. آقا من داشتم میگفتم ما رفتیم تو اتاق. از باب بون خسته به گلدون اطلسی هر جا هستی داری خودتو برسون رستوران. الان میرسم خدمتتون. آقا ما رفتیم تو اتاق از پروانه رنگی رنگی به گلدون اطلسی. گلدون اطلسی بگوشم. آب دستی بذار زمین بیا اینجا. چشم. بگو بگو زود بگو. خانم ما رفتم تو اتاق. خب داداش کجایی؟ سری خودتو برسو رستوران دیگه. داداش الان من میام. نمیشه دیگه خانم، نمیشه. ای خب زود بگو باید برو. بذار برم بعدا میام برای تعریف بکنم دیگه. ای بابا چرا حرف نمیشه زد توی خونه؟ ای بابا چرا تعریف نکرده گذاشتم بابا؟ ببینم شما این پایین فالگوش وایستده بودی؟ نه مو فقط کنجکاو بودی. آن کنجکاو بودی. آره
مگه من به شما نگفتم فالگوش وایسادن کار خوبی نیست؟ به هیچ عنوان نباید این کار رو انجام بدین. برا چی؟ الان یک برا چی بهتون نشون میدم که اون سرش رو پیدا. به صبح که میشه مامان جون گیت میکنه اسم برامون توی وقتی چش نخوری ما ده عجودا بابایی میاد از سر کار خورده و خسته و کوفته هر بار من میرم برش قنده چایی بازی میکنیم بابا مایی بازی میکنیم بابا مایی خستگیشو در میکنیم حولیشو به در میکنیم خستگیش که رفت حالا به جاش خنده میاریم روی لباش خنده میاریم روی لباش آفرین واقعا آفرین چه ایده خوبی باری کلا فقط امیدوارم که بچه ها از برگزاری مسابقات استقبال کنن آقا استقبال میکنن چرا نکنن بچه دوست دارن سالهای قبل یادت نیست چرا خوب استقبال میکردن بله بله سالهای قبل این کلوپ باز شادی وجود نداشته بله. آفرین آقا عیاز راست میگن صبح باید بودین میدیدین چه صفی جلوی مغازشون کشیده بودن بله ما بالکن خونه دیدم بله ما چون نمیتونیم دست رو دست بذاریم ببینیم بچه ها فقط رفتن اون بازی های رایانه رو میکنن از کار دیجه نمیکنن فقط اونجا مشغوله میکنن ترس نخوریم میدونی چیه ما باید آموزش بدیم این بچه ها بگیم قربونتون برم بازی که فقط بازی رایانه ای نیست که عزیز من این همه بازی پرتحرک هست پر جنب و جوش هست اون هم آدم رو سرگرم میکنه به به رقابت بین بازی های کامپیوتری و بازی های سنتی آره فقط میمونه این که ما بچه ها رو تشویق کنیم بیان تو این مسابقه شرکت کنن باید در مورد فواید بازی های محلی برای بچه ها توضیح بدیم توجیهشون کنیم جایزه خیلی مهمه جایزه خیلی مهمه ما باید برای افراد برنده جایزه انتخاب کنیم جایزه؟ ای بابا یه جایزه خوب و ارزنده دیگه ببینید باید روش فکر کنیم آره فکر کنیم اما خب یک خورده یواشتر میتونین بگید دیگه ببینید اما فرنگ ببینید شما هم خیلی الان میتونین خیلی کار مهمی میتونین انجام بدید توی برنامه تون راجع به همین بازی‌ها و اینا با بچه‌ها صحبت بکنید حتماً اتفاقا پیشنهاد خوبه نه خیلی
خوبه. من میگم با اجازه من میرم استدیو امروز راجع به همین موضوع بازی های پرتحرک پر جنب و جوش برای بچه ها توضیح میدم، تشویق میکنم که بیان این سمتی. بله کار خوبه میکنه. منم برم این فرم مسابقات رو بردارم تنظیم کنم ببینم چه کار میتونیم بکنیم. خب ما برم دیگه به جایزه ها فکر کنم. هر جایزه ارزنده تر انگیزه بچه ها برای شرکت در این مسابقه میشه. بله درست. خب منم درست. نه شما هیچ جا نمیری، همینجا تشریف داشته باشی سبزی ها رو پاک کنی، غذای هم بعد آماده بشه. بفرمایید ما هم برم برم به جایزه فکر کنم. سلامت. چقدر سادن آخه بلبل، چقدر اینا سادن آخه. چرا؟ مگه میشه این بچه ها را از پای بازی کامپیوتری بلند کرد آورد مثلا گرگم با همه بازی کنن؟ چرا آقابت بیان؟ خیلی جذاب داره اون. تو که الان جاری نداشتی میگفتی خیلی هم خوبه، خیلی هم عالی این بازی ها. چی باید میگفتم داداش؟ اون نظر واقعی که میگفتی. نمیشه که اینا رفتن کلی فکر کردن تصمیم گرفتن بیان همچی کاری بکنم باید من بزنم ذوق اینا رو کور کنم. نمیشه دیگه. چی بگم والا؟ الان بچه های تو شرکت میکنن تو این مسابقه؟ تصمیم جایزش شده دیگه. یعنی چی؟ اگه جایزش خوب باشه ما خودم شرکتشون میدم. خب اینجوری کار بدی میکنی، یه وقت اگه برنده نشن چی؟ حالشون خیلی گرفته میشه. بچه شدی بول بول؟ چه حرفی داری به برادر بزرگتر تو میزنی؟ داداش مگه میشه بچه کشلر اینا کسی شکست بده؟ شیرای کشلران اینا از کسی شکست میخورن؟ انشالله که ببرن. حالا برش کن دیگه، بیا بریم سبزی مبدی رو برداریم پاک کنیم که یه کار داریم بابا. بابا گاز پایین رو ببین بسی گاز پایین رو بسی دست اینم منگنه شد منگنه چیه دستیشه باشو بذار من بازی کنه نه این بازی کنه ببین زیاد دست داده بیشم داره باشو بگیر یا بشین بچی جو اون موازی کنه آره خراب نکنی یا شو بشین اینم بشین بشین اینا رو مبازی باش تو دیوار نری اینجوری ببین قشنگ آفری ولی آفرین بچه ها، آفرین، خوش بشین، بازی کنین. چه بچه های خوبی مدن اینجا. بله میگم شد واقعا بچه ها چه استقبال خوب و گرمی از این کلوپ شادی و سرگرمی ما کرده. چرا نکنن؟ کجا برن بهتر از اینجا؟ اینجا پوری بازی، پوری سرگرمی، پوری شادی. بله میگم اصلا ما چه بچه هایی داریم برای ملک آماده میکنیم بله یکی از یکی تنبلتر یکی از یکی بیخاصیتتر بعد فکر از این به بعد ورزش پر دانش پر کتاب پر محله پر محله که پر نداری خودش خبر نداری محله که پر نداری خودش خبر نداری سیاری ما سیاری ما تاریکی این داخل قصه دیگه دستی از حسین آدم ما شادی شاد دل اون پروی بدی میخواد نوکری ما تا عبد شاگر بکن من در سایه تازه تر بده استاد جون لطفای در سامو از برگردم و با دل نکشه دوست دارم زودتر این محل به نابود شه چاکریم شاگرد خوب و زرنگ من برفک پیلگران ناز و قشنگ من کارای بد و بلدی که خودم شاگرد تو بشم سیاهی ما سیاهی ما تاریکیم داخل قصه دیگه نزدیکیم از قصه یه آدم اما شادی شاد دلمون کلی بدی میخواد چقدر این آدم راحت دل میخورن یواش گنده محله آدم ها با پای خودشون دارن بیان به سمت ما چیزی نمونده که بیافتن تو یه تله برفک بجنس و سیگان همینه بله
یعنی ما سیاهی و تاریکی داخل قصه دیگه نفسی از دوست یه آدم و ما شادی شاد دلمون کنی بدی میخواد سیاهی ما سیاهی و تاریکی داخل قصه دیگه نفسی از دوست یه آدم و ما شادی شاد دلمون کنی بدی میخواد. آه مردم از گشنگی. پس اینا کجان قضا چی شد؟ افسون؟ افسانه؟ کجایی شما؟ پس این قضا چی شد؟ آه بله سرورم. خب من مردم از گشنگی، پس قضا چی شد؟ افسانه خانم داره قضا رو آماده میکنه. پس کی؟ میدونی ساعت چنده؟ ساعت؟ ظهره. ظهره؟ نه خیلی، بعد از ظهره. بعد از ظهره؟ خانم ساعت من خوابیده، ببخشید. وای وای من چقدر دارم میمیرم از سردرد. وقتی من غذا دیر بخورم سردرد میگیرم. میدونم خانم، الان میرم تو آشپزخونه به افسانه خانم میگم دست به جون بوده زودتر غذا رو براتون بیاره. وای. نگران نباشید. نمیخواد یه دنبالم، من خودم غذا رو آوردم. بفرمایید دست درد نکنه خانم. بفرمایید خانم، بفرمایید بفرمایید. همین؟ پس چی خانم؟ همین؟ از صبح باسدم دم گاز باسدم براتون غذا میپزم. گوجه رنده کن، تخم مرغ رنده کن، حالا تزه میگی همین؟ خستگی رو تو تن من کشتین شما خانم. افسانه خانم، خانم ملکه منظوری نداشتم. همه خستگی رو تو تن من گذاشت ملکه خانم. ملکه خانم، شما یه چیزی بهش بگید تا ناراحتی از دلش در بیاد. چی؟ من تا حالا از کسی عذرخواهی نکردم. چی دیگه؟ افسانه خانوم ببخشید من منظوری نداشتم. ببین دیگه تکرار نمیشه ها، اینم غذاتون بفهمین بخورید. نوشیدین کنه. بفرمایید. بفرمایید افسانه خانوم، دستتون درد نکنه برای خانوم ملکه غذا آورد. خسرو خوشمزه بشه. چند بار یه خورده ریختی؟ چی ریختم؟ فلفل. نمیدونم، فکر کنم یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار. بگو دیگه. پنج بار. تو که میدونی من حواسم نیست کاری که میکنم. چرا هی ازم میپرسی ها؟ افسانه خانم کجا میری؟ باشتا ملک خانم، شما باعث شدی افسانه خانم از من قهر کنه بره. افسانه خانم فدات کن، کجایی؟ وای یا بخواهی منو دیفونه کنه. پسته داریم یه
محله با کلی قصه داریم، همه اهل محله با محبت، خیلی محکم بین رفاقت، همه از حال هم دیگه خبردار، با کمک میکنیم به هم تو هر کار، دلامون خوشه ما امیدواریم، هوای همو ما همیشه داریم، شادیم و خوشه ما میخندیم، در و روی هم میبندیم، همیشه پر از امیدیم، غم و غصه رو را نمیدیم. زنده هستن، زنده هستن، یکی مثل شما با بنده هستن، زنده هستن، با طبیعت زیبا و مهربون باش، بمون سبز سبز محله ای کاش، شادیم و خوشم و میخندیم، در و روی غم میبندیم، همیشه پر از امیدیم، غم و غصه رو را نمیدیم، شادیم و خوشم و میخندیم، در و روی غم میبندیم، همیشه پر از امیدیم، غم و غصه رو را نمیدیم. بسیار متشکرم. بچه ها گوش کنید، امروز میخوام راجع به بازی های پر جنب و جوش و پر تحرک با شما صحبت کنم. این بازی هایی که به صورت گروهی و دست جمعی انجام میشه، یه جوری روحیه همکاری و همیاری رو در ما پرورش میده. در ضمن بچه ها خوب توجه کنید، این بازی ها، بازی های پر جنب و جوش، باعث میشه که مغز ما فعال بشه. من پیشنهاد میکنم که این بازی های پر تحرک و پر جنب و جوش رو از دست ندید بچه ها. سلام علیکم، خوش اومدید. مشکرم. عودو جانم. باشید، جریان این مسابقه محلی چیه؟ جریانی نداره. ما از بچه‌ها خواستیم که توی این مسابقه شرکت کنن، تشویقشون خواستیم بکنیم. آیا جایزه من چیه؟ ها؟ جایزه من؟ آنه. نه دیگه، جایزه از آن کسی میشه که برنده بشه. من برندم دیگه. کی گفته؟ بابا دادون دادون. عمره. تا من هستم هیچ کس نمیتونه برنده بشه. باوچی؟ خب برای که من بهترین بازیکن بازی های گروهی هستم، قهرمان جهان جهان آفریقا. نکنید، بس کنید. بابا زشته بابا، بچه ها دارن نگاه میکنن، خجالت آوره. من بازیکن قاره جهانم، قاره فلان، اگه جو باشه منم بازیگر رو چه میدونم قاره رشتم. بچه ها بازی مهمه، ولی به شرط اینکه این بازی توش این حسابا نباشه، نمیدونم به خاطر برنده شدن جایزه نباشه عزیز من. ها خب ولی من ترجیح میدم از جایزه لذت ببرم. ببینید اون موقع اگر برنده نشید خسته میخورید، جایزه رو بیخیال شو، فقط برای بازی کردن باید کارو بکنید. نده، هم بازی مهمه هم دادیده. ها. اصلا من شما دو نفر یه سوال دارم. ما بازی میکنیم که برنده بدی. نه دیگه، ما بازی میکنیم که نه عزیز من، ما بازی میکنیم که لذت ببریم. ببین وقتی بازی بخوایم بکنیم که لذت ببریم، دیگه برد و باخت معنی نداره. همین که بازی میکنیم برنده ایم. باجی؟ ها؟ برای اینکه تو بازی کردن سرگرم میشیم، شاد میشیم، دوستامون رو میبینیم، این همه اوقات قشنگی رو با هم دیگه سپری میکنیم. ها؟ خب یعنی جایزه مهم نیست؟ نه بابا جایزه مهم نیستش که. بازی آجا من بیام به داداشم بگم بیا. ها؟ باشه منم بیام به بابام بگم. بچه ها بازی خیلی خوبه، این روزهای قشنگ کودکی رو از دست ندید. بیو
چقدر بازی بازی های رویانه بازی های نانی آشی شرمش استاره خیلی خیلی بریم اونجا بازی چی؟ میگم بریم گفتی کجا؟ نه میرنم کجا میخواییم نه گفتی کجا؟ میخوای بریم بازی رویانه کیف داره بریم بریم بازم گفتی کجا؟ من چی گفتم کجا؟ من که میدونم بودم من در اینو دیدم تکر میدم من نگفتم کجا نگفتی؟ نگفتم خب بریم بریم باشه تا اصابیگاه نشده با کلا بازی کنیم یواش یا تو منو بسخته کردی؟ خود چرا هی بگی کجا؟ نگفته دارم میام منو پس کی بود گفت کجا؟ نگفته من بودم گفتم کجا خیال کردی منو میتونید خواب کنید برید کلوب شادی و سرگرمی سایه ها؟ شاید باورش برا سخت باشه اوسو ولی ما میخواییم یه ذری کوچولو ببینیم فقط یعنی دیگه مورچه بریم بیایم بریم کوچولو یعنی دیگه مکلو ما فقط نگاه کنیم چجوریه نگاه کنیم منو نگاه کن چه تو همین من